کوروش بزرگ به دلیل نوشتن اولین کتاب قانون در جهان معروفیت زیادی داشته. و در کنار اون لشکر قوی و منظمی که داشت، زبان زد افراد زیادی در جهان شد. اما یه دلیل خیلی مهمتری هم داره. اونم دلیل وجود اسم کوروش در این کتابه. 19 بار اسم کوروش در کتاب یهودیا و کتاب مقدس یا تورات آورده شده. پس میخوایم بریم بپردازیم به اینکه چرا توی یهودیا 16 بار اسم کوروش آورده شده و اینقدر نسبت به کوروش و پارس ها و پارسیان یک توجه و علاقه خاصی دارن. سلام، امروز میخوام در مورد کوروش دوم یا کوروش بزرگ با شما صحبت کنم که هممون میشناسیم، ولی میخوام این بار از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، زاویه‌ای که شاید خیلی ها نمیدونن، زاویه مقدس. کوروش نه تنها یک پادشاه بود، بلکه از نظر خیلی ها پیامبر زردشت هم بوده و مردی درستکار و نیک بود. اما چرا یهودی ها اسم اونو میدونن و اونو فرستاده خدا میدونن؟ دلیلش چیه؟ اون که یهودی نبود، اون که اسرائیلی نبود، اون فقط یک پارسی و ایرانی بود. همه چیز برمیگرده به این کتاب که تاریخ شکلگیری قوم اسرائیله. 700 سال قبل از میلاد مسیح، اشعیا نبی در اورشلیم زندگی میکرد و پیشگویی کرد و به طور خاص نام کوروش اولین پادشاه ایرانی رو آورد. اولین باری بود که توی کتاب مقدس اسم یک پادشاه ایرانی اینجوری آورده میشه. پیشبینی کرد که از طرف خدا پادشاه آینده ایرانیان به نام کوروش میآید. مسح شده خداوند مسیح خوانده خواهد شد و قرار خدا برای یه برنامه خاصی ازش استفاده کنه. برای اولین بار در کتاب مقدس میبینیم که یک ایرانی، یک غیر یهودی به اسم مسیح خدا، مسح شده خدا خوانده میشه و اونم کسی نیست جز کوروش. چه اتفاقی میفته؟ نبوکدنصر پادشاه بابل میاد و به اورشلیم حمله میکنه و خانه خدا رو ویران میکنه. تمام ظرف هایی که اونجاست، طلا، نقره، هر چیزی که دارن رو به غارت میبره و خیلی ها رو میکشه. غیر از فقرا کسی رو اونجا زنده نمیذاره و خیلی ها رو حتی تبعید میکنه و مردم دیگه نمیتونن خدای خودشون رو بپرستن و دیگه جایی ندارن برای پرستش خداشون و خدا به شدت روی خانهش، روی مکانی که داشته غیرت داشته. توی کتاب مقدس اگه بریم بخونین به اینها رسیدگی میشه که خانه خدا برای خدا خیلی مقدس بوده و خیلی جای مهمی بود. مردم دیگه آزادی نداشتن بعد از این اتفاق. مردم برده شدن، بنده شدن و دیگه آزاد نبودن و بی هدف شده بودن. تا اینکه اشعیا نبی میاد و یک امیدی دوباره به اینها میده و یک پیشگویی و نبوتی میکنه در مورد آینده ایران و میگه که کوروش میاد، مسح شده خدا میاد و همه چیز دوباره درست میشه. وقتی که ایران به بابل حمله میکنه چه اتفاقی میفته؟ اورشلیم سقوط نمیکنه و دست به اورشلیم دراز نمیشه، بلکه میاد میگه که میتونین خدایانتون رو اونجور که دلتون میخواد برین پرستش کنید و خداهاتون رو با خودتون ببرین. کوروش این اجازه رو به مردم میده و بهشون نمیگه که شما برده هستین و شما رو من اسیر میکنم و حتما به خدای من باید ایمان بیارید. توی کتاب عزرا، توی همین کتاب مقدس، توی کتاب عزرا در مورد بازسازی هست و اولش نوشته که بیانیه کوروش پارسی و من الان براتون میخونم. در نخستین سال کوروش شاه پارس، برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سرتاسر قلمروی خود صادر کرد و آن را بدین مضمون بنگاشت. کوروش شاه پارس چنین می‌فرماید:
یهوه خدای آسمان ها تمامی حکومت های زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست خانه ای برای وی بنا کنم. هر کس از تمامی قوم او که در میان شماست خدایش با وی باشد می تواند به اورشلیم که در یهوداست برود و خانه یهوه خدای اسرائیل همان خدا را که در اورشلیم است بنا کند. پس هر که باقی مانده است در هر محلی که اقامت دارد مردمان آن محل وی را با دادن نقره و طلا و اموال و چهارپایان همراه با هدایای اختیاری برای خانه خدا در اورشلیم حمایت کنند. میبینیم که هم کمک میکنه، هم اسیرا رو آزاد میکنه و هم میگه که هر کی در هر جای اقامت داره اون بچه های اون شهر، اهالی اون شهر به اون اشخاص کمک کنن، کمک نقدی، کمک مالی، و اونها رو رهسپار کنید که برن و خونشون رو بسازن و یهوه رو پرستش کنن. یهوه خدای اسرائیلی ها، خدایی که از ازل بوده و تا ابد باقیه، خدایی که خیلی مقدس بوده و باید با یک عالم اعمال مذهبی و شریعت به حضورش می رفتن، وگرنه خیلی بلاهای عجیبی سرشون می اومده اگه کسی ناپاک به حضور اون یهوه می رفت و قربانی رو تقدیم می کرد. و خیلی داستانهای رازآلود دیگه هست که خیلی ها هنوز نمی دونن و خیلی جالبه که در مورد ایران بارها در این کتاب صحبت شده. بیش از 250 بار اشاره به پارسی و پارسیان شده، اشاره به ایرانی ها و ایران. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگه نظری چیزی داشتین حتما خوشحال میشم که برای من بنویسید. و اگه دوست داشتین از این مدل ویدیوها بگیرم، از این به بعد در کانال من عضو بشید و با من همراه باشید. فعلا خدا نگهدار.